من یه چیزی دیدم روی تماشاگرها خیلی جالبه. اون از صدف خادم وارد رینگ بوکس شده و اعتماد به نفس زیادی که در چهرهش دیده میشه. انگار که خونه خودش داره مسابقه میده. بله مجلس رو گرم میکنه، مجلس رو گرم میکنه سالن. لباس صدف خادم پرچم ایران. بله بله. و اسم ایران بزرگ پشتش نوشته شده. بله. بله الان معیار منشیپور رو میبینیم. بله. که الان معیار یه دونه کلاه شنا میذاره روی ماهی صدف که بتونه اون کاسکی که میذاره لیز نخوره، که هر دفعه موی موش از کاسک بیاد بیرون و بل. و بتونه بدون دردسر مسابقه رو ادامه بده، چون هر دفعه این کاسک لیز بخوره اعصابش خرد میشه، این موها میازنه بیرون. لحظه حساسیه. بله بله. بخصوص معیار که الان در چند قدمی ماست، میگفت داخل همین رینگ قهرمان اولین بار مسابقه شو برگزار کرده و الان به عنوان مربی داره صدف رو کمک میکنه تا راهش ادامه بده. فراموش نکنیم که معیار در سال 93 6 بار قهرمان دنیا شده، این تو تاریخ نه تنها ایران، دنیا. بله. کسی نبوده. بله. تنها ایرانی و فرانسوی بوده که تونسته 6 بار قهرمان دنیا بشه، اونم با به فدراسیون WBA. بله. تصاویر رو فکر کنم بینندگان دارن میبینن از طریق ماهواره. از الان صدف لثه‌اش هم تو دهنشه، صبر نکرده قبل از مسابقه بذاره، از الان آماده. خب امیدوارم که به همه چی به خوبی پیش بره. آقا شهرام اصلا شروع حال یه چیز دیگه است الان استاد مبارزات قبلی که دوار گذاشت. نه اصلا مسابقه قبلی یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. من خیلی سرخ شدم. خب ما که طبیعی برای ما ایرانی هستیم و اومدیم که علاوه بر پخش گزارش، خب احساس ما این است که صدف خادم بتونه برنده بشه. الان چشم شش هستن دو تا حریف و الان سرود فرانسه و ایران هستش که بله میذارن، با احترام به سرود کشورها. Thank you.
بله 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 صدف بله. خادم الان اومده اینجا که بله. خودشو آماده کنه برای شروع بله. شروع مبارزه. آقای سروش شما بله. فقط می‌خواستم بگم که من خودم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، بغض گلومو گرفته بود. من گفتم شما صحبت کن، بخاطر واقعا این احساس کنار رینگ بله. برام منتقل شده که برای اولین بار یک بانوی ایرانی با پرچم ایران با لباس سبز و سفید و قرمز ایران داره روی رینگ بوکس حاضر میشه. من احساسو دارم انگار دارم قهرمانی دنیا میبینم، واقعا هم همینم هست. حتما میتونه به اون منطقه بله به اون جایی هم که میخواد برسه. چرا که نه، جوونه، جوون استعداد داره. حالا میبینیم شروع شد مبارزه بله. رو خب داور بهش توضیحات اولیه رو میده که خطای سر به جلو نداشته باشن، با دست باز مش نزنن و رعایت کنن قانونای بوکسو. همه میرن عقب. حالا به دستور داور مسابقه شروع میشه. تنها چیزی که مهمه اونجوری که به من گفت شوبن راست کارده. بله الان الان صدف سعی میکنه ضربه راستش رو هر جوری شده برسونه. خیلی خوب میاد الان جلو. به نظر من الان روی رینگ وسط رینگ رو گرفته و بتونه که اداره کنه مسابقه را. تا الانش که خوب رفته و الان حمله تقریبا یه مقدار با صدف جلوتره. الان این شوون داره بالا پایین میکنه که حریفش چجوریه که بتونه، ولی صدف همینجور ادامه میده حمله هاشو. بله. چند امتیاز تا الان کسب کرده؟ تا الان امتیاز به اون صورت مشخصی بیشتر حمله. الان صدف حمله رو گرفته و حمله میکنه و ضربه ها شوون سعی میکنه با ضد حمله جواب بده که مشتاشو برسونه که امتیاز به جلوی داورا موجه باشه. این ران چقدر چند دقیقه طول میکشه؟ این ران دو دقیقه یه عمره برای کسی که تا حالا تو رینگ نرفته باشه. دو دقیقه استرس و اون ترسی بر اون استرسی که هست داخل رینگ کاملا بله، درست میگه. دو دقیقه بعضی خیلی بله الان یه مشت خیلی محکم خورد صدف. الان یه مقدار بسه کنم شوون نفسش کم اومده چون همش فشار روشه. صدف بعد یه مقدار بیشتر وقتی حمله میکنه یه ضربه شدید میخوره صدف، ولی ادامه میده با اینکه ضربه رو خورده. باریکلا ادامه بده. الان کاسک شوون الان یه مقدار پایان رینگ. بله الان مهیار منشی‌پور که کنار رینگ بود داخل رینگ شده، داره صدف رو راهنمایی میکنه برای. فقط من میتونم بگم به عنوان معمولا نباید بگم، ولی به عنوان داور من یه آوانتاژ کوچولو رو به صدف میدم برای ایران. بله و چطور دیدید این دو دقیقه رو؟ چون برای بوکس آماتور با بوکس حرفه‌ای خیلی فرق میکنه. مشت آماتوری باید حمله داشته باشن، بیشتر شناخت حریفان است، دو حریفه به هم، یعنی بیشتر ما حمله رو ترجیح میدیم توی بوکس آماتور. بل. حمله رو ترجیح میدیم. بعد این رینگ رو به قول معروف رئیس رینگ بود. بله این صدف این سازو میزد. بله سازو صدف میزد و دو راند دیگه مونده. درسته دو راند دیگه مونده. اگه بتونه همینجوری ادامه بده لااقل یه راند دیگرم بعد بهترین کار اینه که سه تا راند ببره. ولی بعد الان به نظر بله، من شروع شد راند دوم رو اگه گذاش کنه. بله الان جفت این بوکسرا الان گارد جفتشون رو گارد راست دارن، یعنی با ضربه الان حمله میکنه. البته یکی دو تا مشت غیر قانونی زد شوون با مشت باز. الان هم یه مشت باز، این خطاست، این ضربه‌ای که میزنه ضربه‌ای درستی نیست. این چطور دیدید؟ طوفانی شروع کرده. بله طوفانی شروع کرده، ولی بله مشتای سنگین صدف خادم به آن شد. الان ادامه اگه بده به شمارش میخوره.
خب الان داور باید زود بره توی نقطه سفید. داور کاسک شوون رو دستور میده که دوباره رگلاژ بکنن. صدف چطور بوده تا الان؟ چطور صدف رو دیدید؟ چون که الان اتفاقی افتاده به نفع صدف تموم شده. الان صدف احتمالا صدف برنده از رینگ خارج خواهد شد. تا الان نصف وسط رینگ صدف خاتم حریفش رو به گوشه رینگ میبره. بله الان که شمارش بخواهد ضربات محکمی میزن آقای سروش. بله به ناکدان دور نیست این شوون. بعد در با بازی مسابقه احتیاجی نیست که بوکسر حتما بیفته زمین. داور میتونه واسطه به عالی انگار انگار که صدف اولین بار رو که روی رینگ بوکس اومده و یک مسابقه رسمی رو برگزار میکنه حریف رو به گوشه رینگ برده و بسیار بسیار ضربات سنگینی رو داره وارد میکنه. الان فکر کنم داور یاد و شمارش بده بعد ادامه بده بعد ادامه علی صدف بعد بله ضربه ضربه های راستش خیلی خوبه. حریف رو برده گوشه رینگ. چطور دیدید آقای سروش این رو نمبر این دو دقیقه راندو برده صدف خادم؟ اگه یه دو دقیقه دیگه بوده که بتونه قهرمان بشه همینجوری ادامه بده برنده این میدان بشه. حالا چون کافی هم بهش تعلق خواهد گرفت ولی مسابقه رسمیشو میتونه با موفقیت به پایان برسونه. ولی تا مسابقه تموم نشده دو دقیقه خیلیه. تو این دو دقیقه خیلی اتفاقا میتونه بیفته. یه ضربه نامورد بخوره و گیج بشه این احتمالش هست ولی باید گاردش بالا باشه خودشو حفاظت کنه و بذاره مسابقه همینجور تموم بشه. بله معیار داره تجربیاتشو در اختیار صدف میگذاره. تنها ایرانیست که 6 بار قهرمان بوکس جهان شده و مطمئنا توصیهاش میتونه خیلی کمک کنه بخصوص تو این راند اساس که راند سومه. مخصوصا این هفته که سحر مرتب با کسای مختلف تمرین کرده و آماده است. به نظر من خیلی آماده است. بله الان دو دقیقه مونده تا علی که صدف بتونه کاپو بالا ببره. علی صدف بله همه داریم صدف رو تشویق میکنیم. همه امیدمون این است که صدف بتونه برنده از این میدان بیاد بیرون. باز حریفش رو برده کنار رینگ آقا سروش. بله ولی خوب زده هم نمی کنه. شوون زود دنبال ضرباتی که بتونه ضرباتش سنگینه. منتظری جای خالی میگرده که بتونه ضرباشو برسونه. ببینید صدف وسط میدانه و حریف رو به گوشه رینگ. این خیلی معنی داره در بوکس. در رینگ بوکس نمیذاره نفس بکشه به که خودشو توجیه کنه. حریف رو خستم میکنه ضربات سنگین صدف خادم. بعد یه مشکلی هم که داره کاسکش مادرش مشکل ایجاد میکنه شوون. این بازم یه آوانتاژ برای تا الان صدف خادم جلوه درسته؟ بله تا الان جلوه. بله ضربات صدف خادم ادامه داره. وای الان ضربه عالی صدف خادم ضربات سنگین رو شوون با اینکه خسته است میذاره به حریف فرانسویش. مشتای غیرقانونی میزنه و داورم تذکر نمیده. ضربات صدف رو شما که کارشناس هستی لطفاً تشریح کنید برای ما. واقعاً با جبش ضربه مستقیمش الان یه آپرکات خوب میزنه و کاسک شوون رو تکون میده. دوباره شروع میشه. 35 ثانیه مونده به اینکه صدف پیروز میدان برای بشه. برای اولین بار بتونه این مسابقه رو ببره. یک لحظه تاریخی و حساس برای بوکس زنان ایران، برای خانم‌های ایرانی، برای ورزشکاران ایرانی. ولی من میترسم تا تموم نشده. الان دو تا اورکات خیلی خوب زد. الان نفسش بریده. تا الان چطوره؟ خسته کرده حریفو. خسته کرده. حتی دستشو میده بیرون. نمیتونه نگه داره دو دهنش. ضربات سنگین صدف خانم در ثانیه پایانیه. الان شمارش فکر کنم. این مبارزه اساسا تاریخی. خیلی خوب زد. تموم شد. صدف برنده شده. صدف برنده شده در رینگ بوکس. صدف اولین بانوی ایرانی که روی رینگ بوکس البته عجله نکنیم به صورت رسمی بعد حضور پیدا کرده. نتیجه داورا رو بعد گوش بدیم. نمی‌دونیم خودمون داورا البته هنوز اعلام نکردن اما اینطوری که اعلام نکردن پیش بینی میشه. من برای خودم شب 3 روند رو برای صدف داشتم. هر 3 رو صدف بردی برای چون داور بین المللی هستی و خیلی دقیق و کارشناسانه و فنی داری. البته یه مقدارم لبش پاره شده صدف. البته فکر نکنم مهم باشه.
واقعا مشهر بود. داور میخواد اعلام کنه که چه کسی برنده این مبارزه تاریخی و حساسه. الان داور وسط نتایج رو جمع کرده داده به رئیس این رینگ که اون شما را جمع میزنه و نتیجه نهایی رو اعلام میکنه به اسپیکر این مسابقه و اسپیکر اعلام میکنه. بله، معیار مشبول لب صدف که جرأت پیدا کرده رو داره کمک مجاله خونریزی رو بگیره. الان مربیا باید از رینگ برن بیرون، فقط داور و دو تا بوکسرا میتونن رو رینگ بمونن که پیرنش رو آنشان به صدف تقدیم کرده. بلای واخت رو قبول کرده، دست صدف رو میبره بالا روی رینگ. خودش میدونه که بازنده این میدان بوده و با اون که پنجمین تجربهش روی رینگ بوکس بوده، اما جلوی دختر ایران صدف خادم بازی رو واگذار کرده. بابا من بغضم گرفته، میتونم حرف بزنم. همه ما احساساتی شدیم، لحظات بسیار حساسی رو داریم. به صورت زنده از شبکه ایران اینترنشنال می‌بینیم این مبارزه تنها از شبکه ایران اینترنشنال به شکل زنده پخش شده و مطمئنم بینندگان زیادی هم دارن در دنیا نگاه می‌کنن. برابری و آزادی زنان این نتیجه رو داره اعلام میکنه. صدف بغض کرده بعد از نتیجه حتما گریهش در میاد. به اکثریت جوجا صدف رسمن برنده شده، گریه کرده و بغضش ترکیده. هر سه تا جوج برنده دادن صدف، هر سه راندو برنده شده. بله. صدف خادم هر سه تا جوج دادن برای چی؟ برای صدف هر سه راندو برنده. خیلی تاریخیه واقعا. من خیلی خوشحالم که امشب اینجا بودم، این تجربه رو کردم و اسم ایران که پشتش نوشته شده مطمئنم بینندگان میتونم بودن. معیار منشیبور هم داره گریه میکنه اگر تصویرشو. بله، حریف صدف رو در آغوش گرفته، مربی آنشوان هم صدف رو در آغوش گرفته. صدف دور رینگ میگرده. بله، سرود ایران داره پخش. صدف داور رو بغل میکنه. اصلا این تو تاریخ هیچ موقع انجام نمیشه. معیار مشهور وارد رینگ شده تا صحبت کنه. اگر میشه حرف معیار رو ترجمه کنید برامون لطفا. معیار مشیپور خواست که حریف صدف بیاد روی رینگ که از هر دوتاشون تشکر کنه. اونجا این؟ اینو بگو بگیرم. بله، داره فارسی صحبت میکنه. اینجا برنده نداشته، ما دوتا هم برنده میگه اینجا برنده نداشته، ما جفتمون برنده. نه، میشتم اینو همه صحبت کردیم. بله، یادم رفت. معیار ماشیبور ترجمه میکنه صحبت های صدف.
تجربه واقعا. کردیم لحظه‌ای که مطمئنم برای بینندگان ما بسیار جذاب بوده. ساعت به وقت ایران من فکر کنم که بله 1:25 بامداد یک شنبه بله دو سنت این فاصله بله. است بله 25 فروردینه و از طریق خواب رو میخوان به صدف تقدیم کنم کاستون خواب پرسونالیتای این شهر به جایزه میدن به دو تا بوکسور از مقامات رسمی اینجا شما فرانسه بگو من فرانسه هم داره خوب میشه کنار شما افراد رسمی بله کسایی که برای شهرداری یا شاید هم شهردار باشه معاون شهردار معاون ورزشی شهرداری یکی از این افراد فقط میدونم فرد دوم رو نمیدونم فکر کنم مسئول ورزشی شهرداری هستم و به اینا کادر دادن یکی از دوستان ایرانیمون هم هست که اومده یک کادری به این دو تا بوکسور بده فکر کنم یکی از کوت توسی تنشونه بله فکر کنم یکی از دوستای مهیار باشه و از اسپانسر بود بله و مثل که عطر بهشون کادر دادن بله تبریک به معیار منشیبون رو من یه بار دیگه تاکید کنم که بارها گفتم قهرمان بوکس جهانه شش بار قهرمان تاکید شما رو من بارها کردم شش بار قهرمان بوکس جهان از سال 2003 تا 2006 معیار رو اگر ایرانی ها اون موقع نمیشناختن به خاطر زلزله بم که رفت ایران و کمک های خودش رو برد یک چهره محبوب برای بسیار از ایرانی ها شده و کافی بله بله موقع. جام رو دستش گرفته و گریه صدف خادم رو می‌بینیم اصلا این صدفی که الان من می‌بینم نسبت به امروز صبح زمین داسمون با هم فرق می‌کنه بله انگار مسابقه رو باخته اینقدر ناراحته خب به خاطر خیلی بله. تلاش کرد تا به اینجا برسه از خوشحالی بله. گریه خوشحالیه آقای سروش مرکزی من فکرم گلوی هر دوی ما فردا صبح گرفت باشه نتیم صحبت کنیم من فکر کنم مصرف کلینکس هم شب بره بالا امیدوار الان بود رفیق ما هموطن ما خیلی ها بر من تقریبا خود خود من سرسان منتظر موزن صفحه تخواه رو میگه پاسو شما و اینکه رویا به حقیقت تبدیل بشه خیلی نمیدونم حسی که نمیشه نصرش کرد یه چیزی میخواد به صدف خادم و یه چیزی داره میگه میپرسه یه چیزی میتونی بگه داره میگه که به حریف صدف که پارسال خودش مسابقه رو شروع کرده این هیجانی که امشب بوده تو مسابقه اولش مسابقه بعدی اصلا نبوده آقای سوش مرکزی ما که اینجا بودیم و دیدیم همه بازی‌های قبلی و مراسمی بوده شاید مهمونی بوده فکر کنم بودن این بازی و مهم بودنش واقعا به طور خاص میشه در سالن در فضا در اتمسفری که الان قرار داریم ببینیم خبرنگارا عکاسایی که اصلا دور تا دور رینگ از خبرگزاری‌های مختلف دنیا صدف خادم کنار رینگ اومده با معیار منشی پور بله بشه با بله صدف خادم از رینگ میخواد خارج بشه بله دور به دوربین ما هم صحبت کردن اگه دیده باشه بله
چیزی که جالبه برای من حریفش خیلی خوشحال بود که باخته بکنم میگه سحر صدف برده خیلی خوشحال بوده. بله خب معیار منشیپور کنار منه، یه اتفاق تاریخی رو تجربه کردیم، حس تو بگو از این اتفاقی که افتاد به عنوان کسی که حامی صدف خادم بودی. بازم بگم هموطن ایرانی اینو میفهمن و چون وطن پرستن، زنای ایرانی، دخترای ایرانی، دختر و زن نیستن، شیرن. اینم که اصلا دوتا شیره. بیا 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 صدف خادم کنار من هست و میخواد احساسشو بگه از اتفاقی که افتاده. اگه مهیار منشیپور نبود، اگه آدمای مثل این نبودن، من بازیم راضی نبودم. میرو درباسی بگم باید خیلی بهتر بازی میکنم، ولی اولین بار بود که پامو تو رینگ گذاشتم، توی رینگ واقعی، و اگه امثالی مثل این آدم نبودن، من باید رویام به گور میبردم و هیچ وقت بهش نمیرسیدم. و ممنونم از انرژی 80 میلیون نفر نه تنها پشتم بود، بلکه منو هول داد. من راند اول باخته بودم، ولی دو راند بعدی به خاطر شما بردم، چون این 10 روز خیلی خسته شدم از بس دوربین و اینا جلوم بود، واقعا نتونستم 100% خودم باشم، ولی فقط عشق شما بود و دعای پدر مادرم که باعث این ورد شد و ممنونم ازتون. ببین دیگه ایران پشتت بوده و ازت داشتن حمایت میکردن. فقط این اتفاقی که افتاد، اینی که به هر حال اولین تجربه بوده، حریف 4 بار تجربه داشت، اون اعتماد به نفسی که در تو بوده، خب مهیار خیلی کمکت کرده، برای همه ما قابل احترام بوده. خودت اگر از احساست بگی وقتی که وارد رینگ شدی برای اولین بار. هزار بار تو خواب دیده بودم، ولی واقعیت نداشت. وقتی راند اول باختم تازه فهمیدم کجای کارم و گفتم دیگه باید 100% نمیدونم. اگه فیلممو دیدین راندهای آخر داشتم جیغ میزدم، چون واقعا داشتم با تمام وجودم بازی میکردم. ایشالا بازی های بعدی خیلی بهتر زارشم. مرسی. میدم خسته فقط دو هدف چیه؟ خیلی ممنونم. هدفم اول اینه که تمام دخترایی که تو باشگاه با من داشتن تمرین کنن بیان و به اسم ایران بتونن بازی کنن، این اولیشه. و دوم این که برسم، این یه نقطه شروع بود فقط و پر از ایراد که باید درستش کنم. میخوام برسم به اون چیزایی که میخوام. المپیک میبینم. ممنون از تو. خسته هست صدف. و اگر ببینیم چقدر از خبرنگاران اینجا هستن، رئیس باشگاه فرانکو میبینیم که با حمایت او صدف خادم تونست در این مبارزه اساس و تاریخی شرکت کنه. بله تعداد خبرنگاران که اومدن تا بتونن عکس صدف رو، فیلم صدف رو بعد از این مبارزه اساس تاریخی ثبت کنن رو میبینیم. یک گروه فرانسوی اینجاست که اصلا از روز اول صدف رو دنبال کرده بودن به خاطر اینکه یک اتفاق تاریخی رو بتونن از لحظه اول ثبت کنن. و بعد ببینیم که صدف با این برد حساسی که به وجود اومد، همونطوری که گفت راند اول خب واگذار کرده بود و این مهیار منشیپور بود که به او انگیزه داد. آقای سروش مرکزی تشریف بیارید. شما یه چیزی می‌خواستم بگم. صدف میگفتش که آره راند اول باخته بودم، ولی نمیدونه که راند اولم نباخته بود. پیش خودش فکر می‌کرد راند اولم باخته بود، ولی سه راند برد. چون من همون یادم که شما گفتید که برد، در هر صورت پیروز میدان شد. بله نه، چون به قول معروف خواسته لطفی کنه بگی مثلا راند اولو باخته بودم، ولی دو رونده، ولی سه روندو برده. در صورت ایشون پیروز میدان بوده، همینجوره پیروز شد. بله میدونم که در لندن هم خیلی خوشحال هستن افراد. من برمیگردیم به استودیو اگر در داخل لندن و باز اگر وقت شد حتما با شما خواهیم بود. بله اگر ببینیم داخل استادیوم. بله خبرنگارا رو می‌بینیم که دور صدف خادم هستند، با او صحبت می‌کنند و مهیار در کنار صدف رئیس باشگاه آقای فرانکی که خب حمایت کرده در رو به دوربین صحبت می‌کنند. نه مسیوای، چه تصاویر فوق‌العاده‌ای هستین.
و گریه های صدف رو میبینیم در کنار حامی و مربیش مهیار منشیپور. مهیار منشیپور چهره شناخته شده در فرانسه به خصوص است، در جهان هم همینطور. صدف گریه میکنه، احساساتی شده، حق هم داره، اولین بار روی رینگ باکس اومد و قهرمان شد. خب ما باید اتاق رو ترک کنیم تا صدف بتونه تنها باشه. مهیار از ما همه میخواد که از باشگاه خارج. لحظات فوق العاده ای برای بوکس. مهیار آخرین جمله رو تو بگو ما بریم. مهیار یا یه جمله. خیلی ممنون. مطمئنم تو ایران همه پشت تلویزیون بودن برای دختر ایرانی. قوی باشین دختران. این پیغام صدف، پیغام من نیست. دخترها، مردا کاری نداریم، مارد سالاریه تو کشورهای ما. دخترها قوی باشین. همه ما بهترین، چون ما زایمان نمی کنیم، شما زایمان می کنیم. ممنون میدونم خستستی، بعدا باز با تو بیشتر صحبت خواهیم کرد. بله اگر برگردیم به استودیو در لندن. ممنون آرمین، ممنون آرمین. واقعا تصاویر فوق‌العاده‌ای بود از صدف خادم. نفس ها اینجا تو سینه حبس شده بود برای ما هم. صدف خادم تمام دخترهای ایرانی رو دعوت کرد به شجاعت، گفت تلاش به همه چی میرسید. دیدید که خادم هم این کار رو کرد. خانم خادم واقعا امروز تاریخ ساز شد، همه لذت بردیم.